بررسی کیفیت زندگی در تازه ترین گزارش های بین المللی وضعیت ایران را در بین کشورهای جهان قرمز رنگ و در قعر جدول در جایگاه 82 از بین 83 ردیف تعیین شده نشان می دهد. رتبه کیفیت زندگی در ایران بر اساس استانداردهای تعریف شده از 200 عددی در حدود 64 است. بنگلادش یک ردیف قبل از ایران با رتبه تقریبی 65 و نیجریه با پایین ترین کیفیت زندگی با عدد 52 پس از ایران قرار دارد. جایگاه ایران در بین کلیه رتبه بندی ها که بر مبنای تحقیقات بین المللی و تجمیع آمارهای توسعه انسانی سازمان ملل، شاخص زندگی استاندارد نامبو و ارزیابی های دانشگاه پنسیلوانیا تعریف شده پایین و در یک سوم انتهای جدول قرار دارد. ممکن است نشستن ایران در صدر این ارزیابی ها هم ردیف سه کشور اول جدول، جایی در کنار سوئیس و دانمارک با رتبه کیفیت زندگی بیش از 190 و هلند با رتبه بیش از 183 محال و بعید باشد. اما نگاهی به رتبه کیفیت زندگی در دو کشور همسایه یعنی ترکیه و پاکستان شرایط بحرانی زندگی در ایران را تایید می کند. ترکیه با رتبه ای سه رقمی بیش از 125 و پاکستان با عددی بیش از 105 دست کم 20 تا 25 ردیف از ایران بالاتر قرار دارند. اما این خطکش اندازه‌گیری بر مبنای چه شاخص‌هایی تدوین شده؟ بیایم نگاهی داشته باشیم به این شاخص‌ها در ایران در مقایسه با دو کشوری که همجوار ایران هستند و در شرایط جنگ هم قرار ندارند. قدرت خرید یکی از این مؤلفه هاست. در ایران 19 است، در ترکیه بیش از 35 و در پاکستان نزدیک به 28. امنیت مؤلفه دیگری است. عددی بیش از 50 در ایران، نزدیک به 70 در ترکیه و بیش از 56 در پاکستان. شاخص دیگر توجه به سلامت و بهداشت است. در ایران بیش از 52، در ترکیه بیش از 70، در پاکستان بیش از 50. نسبت قیمت ملک و مستغلات به درآمد افراد هم دیگر مؤلفه ارزیابی است. گرچه میزان آن پایین تر باشد، بهتر است. در ایران 34، در ترکیه 31 و در پاکستان کمتر از 30 است. دیگر مؤلفه هزینه های زندگی است. بیش از 41 در ایران، بیش از 31 در ترکیه و بالاتر از 21 در پاکستان. به یاد داشته باشیم این عدد هرچه بالاتر باشد، وضعیت حادتری را در آن کشور نشان می دهد. اما میزان تردد افراد در ترافیک، نزدیک به 48 در ایران، حدود 45 در ترکیه و کمتر از 39 در پاکستان. مؤلفه آخر شرایط اقلیمی، در ایران و پاکستان حدود 70، در ترکیه بیش از 93. هر یک از این شاخص‌ها با ریز ارزیابی و جداول مشخصی برآورد شده. به عنوان نمونه هزینه یک وعده غذا، پیش غذا و دسر با کلیه مخلفات در یک رستوران معمولی در تهران 70% گران‌تر از معادل همان وعده غذایی در ترکیه است. ایران با جمعیت نزدیک به 85 میلیون نفر در رتبه بندی منطقه آسیا هم در ردیف آخر و پایین تر از 28 کشور دیگر قرار دارد. یعنی بنگلادش، سریلانکا، فیلیپین و ویتنام بالاتر از ایران و در موقعیتی بهتر قرار دارند. به نظر می رسد هزینه سیاست نب غرب حکومت، البته به غیر از ونزوئلا و روسیه و گردش گزینشی به شرق یعنی چین را مردم می پردازند. فساد گسترده در اقتصاد تک محصولی در روزهای تحریم عملاً زندگی با کیفیت را به تلاش روز و شب برای زنده ماندن بدل کرده. وعده‌ای که مسئولین داده بودن، شرم بر شما آقای رئیسی، شرم بر شما آقای خامنه‌ای، واقعا باید خجالت بکشین از خودتون. تورم دو رقمی بالای 50% از همان میگوید که جداول جهانی، فقر مطلق بیش از 40 میلیون شهروند که نیازمند استمداد فوری هستند. فیروزه جابانی، لندن.